اجازه بدید از این قسمت برنامه بپردازم به گفتگو با مهمانی که برام وجود ایشون و حضور ایشون در این برنامه با ارزشه، چرا که نقطه نظرهایی دارن در بسیاری از موارد متفاوت با من، ولی سوابق ایشون، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ایشون و نظرات ایشون کاملا شنیدنی و بحث کردنیه. این شخصیت کسی نیست جز آقای دکتر بهرام بهرامیان. جناب دکتر، به شما سلام عرض میکنم. درود بر شما و تمام بینندگان عزیز شما و کارکنان اندیشه. خیلی متشکرم. دکتر بهرام بهرامیان درجه دکترای خودش رو در سیویل انجینیرینگ از دانشگاه بیرمنگام انگلیس گرفته. او درجه فوق لیسانسی هم از دانشگاه دیتان در ایالت اوهایو آمریکا داره و مدت‌ها درجه سمت دانشیاری در دانشگاه دیتان و دانشگاه سیناتی در اوهایو رو داشته. او همکنون هم به طور فول تایم در دانشگاه به تدریس اشتغال داره. جالب اینه که امروز شاید در این برنامه این راز رو بتونه دکتر بهرام بهرامیان برای همه ما روشن کنه، چون به هر حال یکی از شگفتی هایی است که در مورد ایشون من پیدا کردم. بهرام بهرامیان در زمان انقلاب ایران گفتگو کننده ای بوده است بین دولت آمریکا، پادشاه ایران و گروه مخالفان پادشاه قبل از انقلاب سال 1979. ایشون همکاری کرده با دولت موقت ایران به ریاست مهندس مهدی بازرگان و این همکاری به اصطلاح ادامه داشته تا زمانی که ایشون نقش دیگری پیدا میکنه که این نقش بسیار جالبه، نقش واسط و گفتگو کننده در واقعه گروگانگیری بین سران قدرت در ایران و ایالات متحده. دکتر بهرام بهرامیان از سال 1980 به آمریکا مهاجرت کرده و در این کشور مقیم دائم شده. از مهمترین آثار دکتر بهرام بهرامیان باید به کتاب ترانزیشن To a New World Order، به اصطلاح انتقال به نظم نوین جهانی رو باید نام برد. جناب دکتر بهرامیان، از اینکه امروز مهماندار شما هستم بسیار خوشحالم. خب آقای دکتر، من اولین سوالم رو در خلال معرفی شما مطرح کردم و واقعا برام جالبه. یک، دارای درجه دکترای سیویل انجینیرینگ، معاون دانشکده پلی‌تکنیک در ایران. چه شد که شما واسطه گفتگو شدید بین دولت آمریکا، مخالفان شاه و شخص پادشاه؟ این قدم می‌خواید عقب برگردید؟ بله. من فکر می‌کنم که ما تا حالا روی بجز آمریکایی‌ها از ایرانی‌ها کسی رو نداشتیم که چنین نقشی رو می داشته. بنابراین صحبت های شما برای همه ما بسیار جالب. بسیار. قبل از اینکه به این مسئله بپردازم، در مورد زلزله عرض کنم. این زلزله محیب وحشتناکی در ایران اتفاق افتاد. شما بهش اشاره نفرمید، فراموش کرد. اون انقلاب، یا به اصطلاح زلزله انقلاب 57، خرابی های اون زلزله به مراتب بیشتر از تمام این زلزله‌های بودی که ما در عمل داشتیم. این خواستم فقط اضافه کنم به فرمایشات شما. جناب علی، می‌خواستید منو اجازه بدید دکتر جان. می‌خواید منو در همین شروع گفتگو برای اینکه جواب سوالم ندید منحرف کنیم بریم سر انقلاب؟ من منحرف تو نمی‌کنم، فقط خواستم توضیح بدم که زحمت. بله. مرسی، بفرمایید. بله. ضمناً سال بفرمایید. بله. زلزله سال 1988 یک زلزله بسیار بسیار بد.
بدی در روسیه انجام شد اگه یادتون باشه. بله. 1988. و در اون موقع در روز 4-5 روز بعد از وقوع اون زلزله دعوتنامه من داشتم از آقای گورباچوف، چون من تخصصم کارهای مثلا زلزله است و غیره در سیویل انجینیری، رفتم به روسیه و بازدید کردم و مشاورت خواستم بکنم ببینم چرا این زلزله انجام شده، چرا اینقدر خرابی داشته، 140,000 نفر کشته داده این زلزله. اینی که میخواستم عرض کنم این بود که در مورد ایران این وقایع مرتب اتفاق افتاده در گذشته و بازم میفته. همینجور شما فرمودید در روستاها خانه ها گلیه و رژیم میبایستی در فکر این میبود، این خطرات رو میدید. حتی اونها در مورد تهران هم از این خطرات رو نمیبینن، چندین طبقه میسازن بدون اینکه این ساختمان ها در مقابل زلزله بتونه مقاومت بکنه. روستاها مراتب با خانه های گلی شما نمیتونید در این مورد مقاوم باشن. این ساختمان میبایستی سیستم رو عوض کرد، مثل ژاپن ساختمان زلزله هر روز میاد در ژاپن، شما میبینید خرابی نیست این ترتیب. به هر صورت از این مرحوم بگذریم، این هم یکی از نارسایی های رژیمه. به پاسخ شما جواب بخوام بدم، برگردیم بعد ببینیم مسائل امروز ایران چیست و چیزی میشه حلش کرد. سال 1968-69 بود، دقیقا یادم این 69 بود، آقای هویدا، مرحوم هویدا اومده بودن واشنگتن و بنده در اطلاع سرکار جونور عجیب غریبی هستم، درست دکترم تو باب ساختمانی ولی فوق لیسانس هم علوم سیاسیه. در اون موقع در سال 68 در واقع دانشگاهی که من درس می‌دادم در دیتون اوهایو پیشنهاد کردم به رئیس دانشگاه که ما یک دانشگاه جدید می‌تونیم در ایران بسازیم، یعنی همون جور که دانشگاه پهلوی با دانشگاه کنت افیلیشن داشت، همکاری داشت، ما همین کار رو می‌تونیم بکنیم. یک چنین پیشنهادی ما فرستاده بودیم به آقای هویدا و در سفر ایشون در به واشنگتن در سال 69 از من دعوت کردن که بریم واشنگتن با ایشون مذاکره کنیم ببینیم چیکار میشه کرد. اونجا بود که ایشون پیشنهاد کردن به جای شما از صفر یک دانشگاهی رو بسازید در ایران، بیایید با یکی از دانشگاه‌های موجود ما همکاری داشته باشید. با مطالعه و مشورت رئیس دانشگاه خودم پیشنهاد رو پذیرفتیم و چند ماه بعدش بعد اینکه کار مقدماتی انجام شد از به عنوان مأمور دانشگاه دیتون رئیس پروژه و معاون آموزشی دانشگاه دیتون به ایران رفتم. این شروع کار بود ولی متاسفانه یا بدبختانه یا هرچی سال 1972 من یک مقاله چاپ کردم در کنفرانس یا اصطلاح سمینار بین‌المللی سیستم انجینیرز، مهندسی سیستم ها. اومدم علوم سیاسی رو با علوم تئوری فنی ادغام کردم و این برنامه متاسفانه میگم پیپری بود که خودم اومدم عرضه کردم در اینترنشنال سیمپوزیوم سیستم انجینیرز. نشون داده شده بود برای ساختن یک کشور چه عامل‌های مؤثره و این عامل‌ها یکیش ایمان مردم بود به سیستم، ایمان مردم بود به رژیم. البته درباره ایران اصلا صحبت نکردم در این مقاله. مثال‌هاش مال شیلی بود، برزیل بود، مال کشورهای دیگه‌ای مثل افریقایی یا آسیای جنوب شرقی. بعد از چند هفته بیرون آگهتم آقای علم زنگ زدن و از من خواستن که برم به دیدن. رفتم دیدن ایشون در سعدآباد. بعد در خلاصه میکنم داستان رو، ایشون یک پرونده جلوش بود و فرمودن که شما رفتید
به عنوان یک مقام دولتی در خارج و ببین در ایران مردم به سیستم و رژیم ایمان ندارد. شما مقادر من اصلا خوندید انگلیسیشو؟ گفت نه. گفتم فارسیش چی؟ گفت نه. از قضاوت شما چجوری؟ سوال گزارش داده که شما رفتید این کاری کردید. حالا خدمتتون عرض کرد این مقاله شما مطالعه کنم اصلا در باره ایران صحبت نکرده. یک دو من شما میتونیم بگیم بطری نصف پره یا نصف خالیه. بعد گفتم برای ساختن یک کشور یکی از عواملی که کمک میکنه برای سازندگی ایمان مردم به دولتشون، به سیستمشون، به سیستم حکومتیشون. اصلا در باره ایران صحبت نشد. به هر صورت این شروع و مقدمات اولیه بود. بعد از من دعوت کردن که با خود علیرضا صحبت کنم و همین توضیحاتم به ایشون دادم. ایشون علاقمند بودن که یک حزبی از به اصطلاح حزب سیاسی از میون روشنفکرها تأسیس کرده های ایران تشکیل بشه، ما به وجود بیاریم و در انتخابات آینده شرکت کنیم. این شروع مقدماتی پیشنهادی بود بنده شده. بعد از دو سال من پلی‌تکنیک رو ول کردم، رها کردم، استعفا دادم، اومدم کنار به خاطر مسائلی که سابق داشتیم و چندین بار آقای علام زنگ زد، پست‌های مختلف رو پیشنهاد کردن و بنده گفتم آدم حریص و پول دوست ساده‌ای هستم، میخوام به کار مهندسی برسم. به هیچ پست دولتی قبول نکردم. وقتی اون پیشنهاد رو اعلیحضرت گفتن که حزب رو بسازی، گفتم اجازه بفرمایید با دوستان صحبت بشه، مشورت بشه و ببینیم چیکار میتونیم. اونجا بود که به اصطلاح با گروه مخالفین در واقع ملی تماس گرفتم و اونها هم پیشنهاد کردن با دوستان در خارج مشورت کنیم. مشورت شد. بعد از یکی دو ماه رفتم خدمت ایشون و عرض کردم که همگی پیشنهاد میکنن که اگر تمام احزاب آزاد میشن ما هم حاضریم این کار رو بکنیم، یک حزب بسازیم از میون روشنفکرها تحصیل کرده ها و در انتخابات شرکت کنیم. ایشون فرمودن که شما میفرمایید که حتی حزب کمونیست و پولیگر رو آزاد کنم. گفتم من نمیدونم، زدم اون چند با آدم شارپی نیستم ببخش. این پیشنهادیست که دوستان کرد همه احزاب باید آزاد باشن، یکی اما ایشون فهمیدم خیلی اگر من این کار بکنم از فردا ارتجاع سیاه میاد و مملکت رو میگیره و غیره و غیره. این عبارت ارتجاع سیاه رو از اونجا ایشون مصرف کرده، شروع کرده مصرف کرده. درست این گذشته بود. به این ترتیب روابط ادامه پیدا کرد و در امور مختلفه هر وقت میخواستن و میرفتن خدمت کنیم و در واقع شدیم رابط به نام آنست بروکر بین مخالفین ایشون و شخص ایشون. 8 سال قبل از انقلاب من نقشم این بود بین آقایون و دولت ایران یا در واقع شخص شاه راه حلی پیدا کنیم برای گذار از اون روش نامردمی به مردم به صدا به دموکراسی. در تلاش ما در اون جهت و تلاش بود در جهت ایجاد آشتی شاه ملت. این گذشته بود. حالا کجاش کدوم دیتیل رو زیاد بیشتری رو میخواین عرض کنم خدمت. نکته جالبی رو فرمودید. فرمودید 8 سال قبل از انقلاب؟ بله. از سال در چه سالی؟ از سال 71 تا 79. پس میشه 7 ماه، 8 ماه قبل، نه 8 سال. 71 تا 79. این در سال 71 اتفاق افتاده. این گفتگوها بین شما گروه و پادشاه 71 شروع شد. 71 شروع شده. شروع شد به تدریج اومد جلو تا 79 ادامه داشت.
این گفتگوی آخری که با پادشاه داشتید در مورد آزادی همه احزاب و ایشون مخالفت کردن، گفتن حتی کمونیستا و حتی ارتجاع سیاه، این مربوط به چه تاریخی؟ 1974. یعنی پادشاه در سال 1974 بنا به گفته شما قصد داشته که نظام کشور رو دموکراتیزه بکنه؟ بله بله، قصد این کار قبل از اون، حتی 72 73 ایشون نظرش این بود به تدریج ما بتونیم دموکراسی واقعی رو در ایران پیاده کنیم. و حتی به برای اطلاع سرکار عرض کنم 3-4 ماه قبل از این اون زلزله ایشون بعد از 8 سال موافقت فرمودن که یک رفراندوم بذاریم. در این رفراندوم اگر نتیجه جمهوری بود هر کسی اومده برده، ملیون بودن هر کسی بود. اگر سلطنت بود پسر ایشون ادامه بدن و ایشون برای معالجه بیان خارج. اینا همه پذیرفته شده بود. خب این در چه تاریخی پذیرفته شده بود؟ در روز 4 ماه قبل از انقلاب. نکته که برای من خیلی جالبه، یعنی نکته که شما میفرمایید با اون کتاب هایی که در مورد پادشاه نوشته شده در اون دوران، این با هم نمیخونه، ولی بسیار جالبه. این که شما میفرمایید 8 سال قبل رابط بودید بین گروه های مخالف و پادشاه، و پادشاه 8 سال قبل از انقلاب آماده بوده رفراندوم جمهوری یا پادشاهی رو در ایران به مرحله اجرا بگذاره، از نظر من با اون چه که در این 8 سال اتفاق افتاده با عملکرد پادشاه همخوانی نداره. برای اینکه ببینید، نمونه عرض کنم خدمت، 2 سال یا 3 سال قبل از انقلاب بود که حتی 2 تا حزب نمایشی مثل ایران نوین و اون رو پادشاه ادغام کرد در حزب رستاخیز. بله بله، دقیق نفهمیدی من چه عرض کردم؟ نه شاید متوجه نشدم. مذاکرات بندی با ایشون از سال 71 شروع شد، نه اینکه ایشون قبول کرده بودن. ایشون به 4 ماه قبل از انقلاب، قبل از سال 57، ایشون بعد از 8 سال مذاکره قبول کردن که رفراندوم بذارن. اشکال ایشون هم ظرف 8 سال قبلش یا 7 سال قبلش این بود که من ارتش رو هیچ وقت تحویل دولت نمیدم. ما دنبال راه حلی بودیم بدون اینکه ارتش زیر نظر دولت باشه چطور میشه یک رفراندوم و یک دولت ملی رو به وجود بیاره. این مسئله بعد از 8 سال به این نقطه رسیدیم، به اصطلاح توافق شد و تای اون کتاب هستش خدمتون فرستادم. بله ضمن شما میفرمایید اون چیزی که در جرایت و غیره کتاب ها نوشته شده جناب روزنده، شاه ببینید، شاه با گروه های مختلف از طرق مختلف از طریق افراد مختلف در مذاکره بود. منم یه نفر بودم وسط، منم یکی از اون راه ها بودم. تمام راه و پیز از طریق بنده نبود به هیچ عنوان، به کسان دیگه هم بوده. به هر صورت اون چی که من میدونم و من درگیرش بودم این بود که این 7-8 سال مذاکره بر مبنای ایجاد آشتی شاه ملت و پیاده کردن دموکراسی بود و راهش رو پیدا کنه. با اینکه در روز 4 ماه قبل از انقلاب ایشون توافق کردن با ترگی بهشون دادیم، بعد ایشون گفتن بسیار خوب برید با آیون مذاکره کنید ببینید اگر قبول هست قبول میکنن من 3 نفر رو تعیین کنم، شما 3 نفر رو تعیین کنید، کمیته به اصطلاح نقل و انتقال بشه و انجام رفراندوم زیر نظر این کمیته باشه. اون موقع اگرتون باشه آقای سنجابی در زندان بود به اتفاق آقای فروح، من ازشون خواهش کردم که اجازه میدن من برم تو زندان ایشون رو ببینم و این طرح رو با ایشون هم صحبت کنیم، نظر ایشون رو بگیریم. گفت بسیار خوب، هیچ اشکالی نداره. که بعد آقای تیمسار مقدم رو مأمور کردم به من زنگ زد و با راهنمایی ایشون بعد رفتم به دیدن آقای سنجابی در زندان و ایشون پذیرفت. وقتی پذیرفتن به ایشون زنگ زدم، به شاه زنگ زدم بنده و گفتم که ها قبول کردن. گفتم بسیار خوب، شما کمیته رو تشکیل بدید و غیره. اتفاقات دیگه ای افتاد، دست های در کار بود که نذاشتن اون رفراندوم انجام بشه.
مسئله حساس اونجاست عزیز من. مسئله حساس اونی که اونهایی که امیر کبیر از بین بردن و دولت‌های دموکراسی خواه رو دموکراسی رو در ایران از بین بردن، همون دست‌ها این بار هم انقلاب ایران رو منحرف کرد. چه کسانی سبب شدند یا چه گروه‌هایی سبب شدند به طور مشخص جناب بهرامیان که این رفراندوم انجام نشد؟ عرض کردم ایشون اعلیحضرت از طریق گروه مختلف مخالفین در تماس بودند، حتی از طریق آقای دکتر امینی و و و غیره. کتاب ها و مقالات شما اشاره فرمودید اونها هم چیزایی بوده که باز باشه. مذاکرات محرمانه رو نمیان تو نامه اطلاعات کیهان بنویسن، که حتی عده‌ای از اعضای جبهه ملی بعد از انقلاب گله کرده بودن که این مسائل رو چرا ما نمیدونستیم. تو اگر شما میخواستید بدونی با روزنامه ها می نوشتن، مذاکره نمیشد، مذاکره محرمانه نمیشد، راه حل میشد. بله این مسائل بود. ببینید من میدونم که شما فکر میکنید که من باید در برنامه امروز برسم به امروز. بله. شما کسی هستید که اتفاقا من همین رسیدم به امروز، برای اینکه پایه های امروز در این مناسبات و روابط بوده. یعنی شما در به صلاح همه ما بر سب نقشمون، نقش های سادمون و یا نقش های پیچیده تری مثل نقش شما و پیچیده تر این نقش، یعنی خود پادشاه در همه این و مردم در همه این رویداد و زلزله حضور داشتیم و عاملش بودیم. اما نکاتی که میفرمایید که به شما عرض میکنم دقیقا نظر من رو جلب کرد. شما میفرمایید در طول 8 سال قبل از انقلاب پادشاه در گفتگوهایی که هم با شما داشته و احتمالا با دیگران در پی دموکراتیزه کردن شیوه اداره مملکت بوده. من اینو فهمیدم. دقیقا. عمل کرده. ببینید چقدر این مذاکرات باید پشت پرده انجام میشد، ولی عملکرد پادشاه متاسفانه در این جهت نبود. یعنی اگر پادشاه، اجازه بفرمایید من پرسشم، چون من در سطح شما نبودم، به عنوان یک جوان در اون دوران، حالا که دیگه جوان نیستم مطرح کنم، یعنی پادشاه اگر 8 سال قبل از انقلاب در پی دموکراتیزه شدن بود، من نقل قول شما رو قبول میکنم، دلیلی برای تردید در صداقت شما در بیان اصلا ندارم. اگر بود چرا نمادهای خارجیش رو به جایی که به ما مرحله زلزله برسیم پادشاه اجرا نکرد؟ یعنی در 7 سال قبل از انقلاب پادشاه در اوج قدرتش خودش بود. یکی از کارهایی که به نظر من ساده انگاران است، ممکن است نظر شما، ولی به عنوان یه ایرانی که یه ایرانی عادی بودم هنوزم هستم، این بود یه خود نخهای انتخابات رو در انتخابات مجلسین باز بکنن، یعنی یک فراکسیون مخالف نوز بگیره، فراکسیونی که دستاموز نباشه. این پس چرا؟ یعنی اگه کسی در از 8 سال قبل در پی دموکراتیزه کردن کشوره، منتظر چه نقطه ایه که بهش برسه؟ اجازه میفرمایید عرض کنم؟ خواهش میکنم. معذرت میخوام، این مجرم با وقایعی که اتفاق افتاد بفرمایید خواهش مشهور شده شرط بدم. سال 74 1974، یعنی 5 سال قبل از زلزله، یکی از جلسات من خدمتشون بودم، دکتر صحابی، یدالله صحابی، یک نامه به من داده بودن این برو به شاه بده. در این نامه نوشته شده بود، کپی اینم هستش در همون تایی اون کتاب خدمتون پرستادن، که این همه شما اسلحه خرید، توپ و تفنگ و تانک و هلیکوپتر رو بره در صحرای شیراز و اصفهان داره خاک میخوره، بسه بیایید پول مملکت رو برای صرف ساختن مدرسه در مونگاه اینجور چیزا بکنید به مردم برسید. نامه رو ایشون خوندن و گفتن که شما فکر کردین شما فقط ملی هستی؟
خودتون خوب رو نه من نگفتم برای مانه دیتی خودشون تعریف کرد. گفتیم این عبارت ایشون فرمودن که این اسلحه های واموندهی که شما انتقاد میکنید من مجبورم کردن بخرم. سال 73 کیسینجر میاد اینجا برم میگه که این اسلحه های واموندهی که از ویتنام نمیتونستن برگردونه به امریکا من بخرم. من بهشون گفتم پول ندارم. به پیشنهاد کیسینجر گفتن قیمت نفت رو ببر بالا از ما و تفاوتش استفاده کن این اسلحه ها رو بخر و ضمناً شما میشید مدیر یا ژاندارم منطقه برای حفظ امنیت منطقه بین شرق افریقا تا اقیانوس هند. گفتم خب بعد گفت هفته پیش همین کیسینجری که دم دوستی با من میزنه در تهران بود به من داره اصرار میکنه با این اسلحه های وامونده که من مجبورم کردن این عبارتش من مجبورم کردم خریدم جنگ ایران و عراق رو راه بندازم. از اونجایی که ملتم کشته میشه من این کار رو نمی کنم. آقای فرزنده علت برداشتن شاه این بود هیچی دیگه نبود. ایشون تمرد کرد اصلا بهش فروخته بودن بهش میگه حالا جنگ رو بنداز جنگ رو ننداخته شد. بعد این یکیش بود. مسائل دیگه بود. شما سوال فرمودی کی منحرف کرد انقلاب. انقلاب ناراحتی مردم بود درست شد ولی از قبل تحریزی شده بود برای ما تحریزی کرده بودن. ایشون هم اینو میدونست. احزاب مختلف کاری نبودن به همین علتشون پیشنهاد کرد ما بیایم حزب بسازیم جوونا بره نیومدن بسازن نیومدیم شرکت کنیم. البته نظر ایشون بود که فقط یکی دو تا حزب باشه چون ایش از قبول نکرد بعد اومدن رستاخیز رو درست کردن. ولی توجه داشته باشید دست ایشون بسته بود خیلی محدودیت ها داشته. چرا دست ایشون بسته بود؟ همینجا من با شما بحث دارم چرا دست ایشون بسته بود؟ پادشاه 7 سال قبل از انقلاب 1971 در اوج قدرت خودش بود و کسی آرزو پادشاه نبود. بله. آقای فرزنده بله. شما شهریور رو شهریور دیوه شهریور یا ایران بودید؟ بله بله بله. کشتار میدون جاله رو یادتونه؟ بله. درست شد. فردای اون روز من احضار کردم رفتم اونجا. بله. گفتن اوزار چیه؟ شهر شلوغه. گفتم بله قربان این لیست رو میبینی؟ لیست رو باز مرحوم دکتر صحابی من دادیم. گفتم روزهای قبل از این وقوع روزی 20 تا 25 تا جنازه میومد بهش زهرا و فردای اون روز شلوغ 70-80 بعد رسیده بود به 300 تا بعد دوباره اومد این خانه. یعنی چه؟ گفتم قربان کشتاری شده شما دارید کلاه رو پشترتون خراب میکنید. این همینجوری باش صحبت میکنید و من گفتم فقط 7 نفر کشته شده اوضاع امن و امان است. گفتم قربان به مظفرالدین شاه همه حرفا رو زدم و همین حد نمیگفتن همه چیز رو به ایشون نمیگفتن. بعد ایشون گفتن خیلی خوب برو از اردشیر بپرس ببین حقایق چیه. آقای زاهدی گفتم چشم میرم با ایشون صحبت کنم ولی حقیقت اینه که کشتار اینقدر شده 7 نفر نبود. خب به من نمیگم یک واقعش واقع دوم شما شرکت گاز رو خیابون روزویل یادتون آتیش زدن؟ من اون ساختمون 12 طبقه رو میخواست آتیش بزنن ساعت 6 صبح رفته بودن بهشون گفتن اینجا میخواد آتیش بگیره برید بیرون به مامورین. مامورین اونجا رو بیرون کرده بودن بعد ساعت 9 آتیش گرفته بودن. همون روز ساعت 11:30 من احضار کرده رفتم خدمت ایشون دیدم از پنجره خاک سازبرانیه که به مشرف بود شهر دود سیاهی همینجور داشت میاد بالا. گفتم اگه از شهر نمیای؟ گفتم چرا بابا از شهر دارم میام و اتفاقاتی داری میفته. چی بوده داستان؟ گفتم که اینهایی که رفتن آتیش زدن ساختمون رو با کاپشنهای نظامی بودن پوتینهای نظامی داشتن. گفتم میخوای بگی که اینم من کردم؟ اینم مثل سینما رکسه؟
گفتم قربان من نگفتم این جسارت نکرد، ولی اینها لباس های اینجوری دارتنشون بود، یه اتفاقاتی داریم بود شما اطلاع نداریم. جواب من این عجب عجب که بچه هم از آن پرسن چرا میگن جوی کبابی آیامه، من نمیدونم بخندم یا گریه کنم، ولی واقعا متاثر شده میگم جوابیشون نمیتونستم بدم چرا میگن جوی کبابی آیامه یا مرسیم ریکس و مسئله شرکت گاز رو همیشون نمیدونستم. خب چی بگم، چون باز در ذهن من شما با توضیحاتی که میفرمایید پرسش های بیشتری رو مطرح میکنید، ولی باید یه جایی متوقف بشم در طرح این پرسش ها، چون شما یه پرسش منو پاسخ ندادید و من به علت اطلاعات فوق العاده شما جواب اونو میخوام. میفرمایید پادشاه در صحبت هایی که با شما کرده با هر گروه دیگری کرده، یعنی این برای من گفت در بخش پاسخ شما بسیار مهم و جالبه، اینو میخوام بفهمم بیشتر، پرسشم دلیلش اینه. حالا که تمام اون وقایع گذشته و بر همه ما اون چه رفته که رفته، شما میفرمایید از 8 سال قبل در پی دموکراتیزه کردن سیستم اداره حکومت بود. معنی این حرف اینه ما با پادشاهی طرف هستیم، با رهبر کشوری طرف هستیم که میدونه سیستم اداری فردی و استبداد فردی دیگه کار نمیکنه. و جالبه این اطلاع رو در دورانی داره که ایالات متحده آمریکا ریاست جمهوریش دست جمهوری خواهاست، هنوز صحبت آقای کارتر مطرح نیست و از حمایت غرب هم در هر اقدامی که کرده برخوردار بوده، بهش گفتن اسلحه بخر، اسلحه رو خریده، اینجا تمرد کرده، گفتن به اصطلاح جنگ با عراق بکن، عراق جنگ نکرده. اما هیچ وقت به من اینو نفرمودید در طول این 7 سال 8 سال. خب شاه در مقابل این چه تاکتیکی رو برای نزدیک شدن به مردم انتخاب کرد؟ چون شما هم با من هم عقیده هستید احتمالا که 8 سال قبل از انقلاب، حتی سال 1355 شاه از اقتدار کافی برخوردار بود، چطور به طرف مردم نیومد اینا رو برای مردم باز نکرد؟ چرا نخ انتخابات رو در انتخاب نمایندگان مجلس شل نکرد؟ من میدونم که از طرف بسیاری از سلطنت طلبان، نه از طرف شاه الهی ها، مورد نفرت قرار میگیرم با طرح این پرسش، ولی اصلا مهم نیست. من فقط میخوام بفهمم یه آدمی تا این حد در ذهن خودش دموکراته ولی در عمل تمام اعمالش برخلاف دموکراسیه. سوال شما میرسید چجوری وزرا رو انتخاب کردن؟ خب قاعدتا یه چیزایی رو گفته بودن و نخست وزیر پیشنهاد میکرد، پادشاه اپروف میکرد، تصویب میکرد. به همین سادگی؟ بله. نه خب من فرمول سادش میگم، من که پشت پرده نبودم. شما باز کنید پشت پرده شو. ها نمیرفتن منزل آقای حسن امامی. بله. رئیس یا لوژ پروموسیون ها و مدت ها در خدمت ایشون نمی بودن و تصویب نمی شد، نمی تونستن به مقام وزارت حتی معاونت وزارت برسن. این جزء حقایق عرض می کنم. چرا؟ خود ایشون در اومدن گفتن یکی از جلسات چند ماه قبل از انقلاب آقایون ایاتون باشه بانک ها رو خالی کرده بودن، فرار کرده بودن، منجون چند تا از وزراشون در این جلسه در من گفتن که این دور قابچینا رو میبینی که دور بر من بودن، بدونی که به من اطلاع بدن از مملکت گذاشتن رفتن، مقصودشون این بود که بدون که از من اجازه بگیرن. شما وزیر آقا بودی، وزیر این مملکت بودی، نمیبایست یه خداحافظی میکردی از پادشاهتون؟ همیشه گذاشتن رفتن از بیرون. بعد خودشون در اومدن گفتن این اول عبارت اولشون بگیم دور قابچینا بودن که بدون به من اطلاع بدن از من فکر گذاشتن رفتن. بعدش گفتن که نصف این وزرایی که می‌بینید پروموشنی بودن
نصف دیگه شم CIA. من چه خاکی به سرم میتونم بکنم؟ ببینید این جواب شماست. دست ایشون بسته. خودش انتخاب نمیکرد. به ظاهر بله. ولی در پشت اینا بودن. ببخشید. بعد از 28 مرداد سال 1332 ما یه دوره‌ای رو داشتیم که روشنفکران نسبت به شاه دلسرد بودن، از اون روی برگردوندن. ولی اقدامات بسیار گسترده وسیع و عمیق شاه در سالهای 1341 و 42 که تحت نام اصول انقلاب سفید انجام شد، تمام بنیادهای سیاسی و اجتماعی اقتصادی ایران رو زیر تأثیر خودش قرار داد. یعنی این شاه، پادشاه در اوج قدرت خودش قرار گرفت. نیروهای بسیاری در مقابل روشنفکرها که از شاه بریده بودند، حتی این اقدامات مخالفان شاه رو شقه کرد. یعنی با اقدام اصلاحات ارضی بخشی از مخالفان شاه نمیتونستن از تحسین او به خاطر اصلاحات ارضی دست بردارن. هیچ روشنفکری نمیتونست در مقابل اعزام سپاهیان دانش، بهداشت و انواع دیگر سپاهیان که در تحول وضع روستاهای ایران نقش داشتند اصلا اینا انکار بکنه. هیچ کدوم از اینا نبود. پادشاه ایران قبل از بسیاری از کشورهای دیگه جهان به زنان حق رأی دادن. یک مشارکت وسیع از زنان رو رفتند که به سوی خودشون جلب بکنن. چطور یه مردی با این باهوشی که نظراتش در سایر موارد درست از آب در اومده، در اینجا دائما نگران فراماسون هاست و نگران تصویب CIA است، چطور نیروهای مردمی رو باور نداره؟ آیا شاه به خودش اعتماد نداشت یا به مردم؟ به مردم اعتماد نداشت. علیرغم همه اقداماتی که کرده بود. ببینید میخواستش قدم به قدم بتونه دموکراسی رو پیاده کنه، مردم رو آماده کنه. شما چند دقیقه قبل سوال فرمودید در مورد انتخابات و غیره. انتخابات به دستور ایشون نبود، نفرات رو از قبل میچیدن. این مسئله. آخه من سوالم اینه، این نفر آقای جناب دکتر جناب بهرامنیا، این نفرات کی میچید؟ عرض کردم یه سریشون رفتن خونه آقای حسن امامی، یه سری دیگه هم کجا میرفتن با سیایی اینا برگرد با هم دیگه کنار میمید. اینه مسئله ایم. مسئله ای که من خواستم برسونش امروز و جدال با این رژیم، باید ما ماهیت رژیم رو بشناسیم، باید ماهیت واقعی این رژیم رو بشناسیم تا بتونه ابزار لازم رو به دست بیاره. قبل از اینکه من با شما هم عقیدم، ولی قبل از اینکه به این برسیم و اصلا هم این بحث رو با جناب عالی اصلا شهیدش نمی‌کنم. سر یک دقیقه و دو دقیقه، سر پنج دقیقه این اصلا این چیزی نیست، این کارو نخواهم کرد. بلکه اگه بحثمون ادامه پیدا بکنه، سر پرسش بعدیم که از شما می‌خوام مطرح کنم، از شما دعوت خواهم کرد که اگر فرصت داشتید جلسه دومی رو میهماندار شما باشم که تمامش رو صرف بحث پایه انقلاب بکنیم، صرف مسائل امروز بکنیم، چون نظرات شما برای من بدی و تازه است. خب جناب دکتر، اون بخش رو در همین حد نگهش میداریم تا انشالله یه فرصت دیگه شاید از شما دعوت بکنم در یه مباحثه با دیگران شرکت بفرمایید، اونا میمونه برای اون زمان. اما یه نقش دیگر بارزی که شما داشتید همکاری با دولت موقت بازرگان بوده و نقش واسطه و گفتگو کننده رو در واقع گروگانگیری داشتید. ممکنه بفرمایید این نقش از کجا فراهم شد، پدیدار شد و تا کجا ادامه پیدا کرد؟ و اون چه که شما میتونید بر اطلاعات ما در این مورد اضافه کنید چی هست؟ اگه اجازه بفرمایید من یکم برگردم جواب یکی از سوالهای شما رو من ندادم. خواهش میکنم.
قصد نداشتم که ندم ولی نشد. اون رو بدم چون مربوط میشه به مسئله گروه. سوال فرمودید که پس چی شد اون جریان رفراندوم و غیره؟ بله، شاه پذیرفته بود یک کمیته قرار بود این کار رو انجام بده و به عللی کمیته نیومد جلو، یعنی در واقع مخالفین نیومدن جلو. چرا نیومدن جلو؟ به همون علتی که بعد از سال 71 که فرمودی، بعد از اصلاحات ارضی و غیره فعالیتی که شد، جبهه ملی خط مشخص، هدف مشخصی نداشت، برنامه مشخصی نداشت. به این علت بود که خمینی گل کرد سال 41، ایادون باشد. اون علت اصلیش بود. جبهه ملی هیچ برنامه‌ای نداشت متأسفانه. در زمان انقلاب هم در مورد تحولات نقش خاصی نداشت، همون حرفی میزد که دموکراسی ما میخوام یا شما بفرمید برید کنار و غیره، اون راه حل نبود. به همین علت نداشتم مذاکره میکردم ولی آشتی شاه ملت بتونیم با طرحی که ایشون پذیرفته بود این مسئله رو پیاده کنیم. حالا تو این جریان ها وقتی سنجابی قبول نکرد، آقای سنجابی که نخست وزیری رو از ایشون بپذیره با شرایط ایشون، منهای اون پر اولیه، یک شبی آقای خمینی به دعا آقای سلیمان با حیط آقای بختیار ساعت ده و نیم شب میرن به کاخ و از ایشون میخوان که آقای بختیار رو نپذیرن. ایشون هم میپذیرن. یک شنبه بود، یک شنبه شب بود. دوشنبه سخنرانی معروف بود. طبق اون سخنرانی معروف آقای بختیار رو، دکتر بختیار مأمور تشکیل تاپ کابینه شدن. سه شنبه صبح هم آقای اردلان زنگ میزنن، آقای علینقی اردلان وزیر دربار علازت خیلی عصبانی بران شو بیا بگید بگید چی بیا چکار ده اون هم باید بگه استارت هم باید بگه بسیار. اون روز وقت وارد اتاق شدن نه جواب سلام هم دادن، نه نشستن و نه چایی هم دادن. عصبانیت در مثلا گفتم مگه شما نبودی دولت ملی میخواستی؟ گفتم بله قربان شده. خودشون گفتن شب اینا اومدن، این پدی شب اینا اومدن یک شنبه و من هم پیشنهاد قبول کرد. گفتم حالا چی شد؟ اون دیشب یعنی دوشنبه شب بوده، سفیر انگلیس میره اونجا هم شبونه، میگن که شما بدون اطلاع ما ایشون رو انتخاب کردیم، ما این دولت رو به رسمیت نمیشناسیم. خب من را چه خواهی سرم بکنم؟ چیکار دوستان بکنم؟ من سرم انداختم پایین بودم قربان اجازه بفرمایید برم با دوستان صحبت کنم. ساعت در حدود 11:12 ظهر اومدم بیرون، رفتم زنگ زدم آقای احمد صدر آنچه جوادی و بازرگان و سنگابی و بهشتی و همین گروه کوچیکی من در تماس بودم باش نکسته بودم منزل آقا صاحب گفتم اینجور صبح زنگ زدن و سفیر انگلیس این حرف زده و میگن من چیکار کنم. در شروع کنم میخندیدم. چرا میخندید؟ گفتم خاک بیتر از که خودش کردی خودشم باید حل کنه. در اون گفتم دوستان مسئلهی وجود داره، مسئله مملکتیه، مسئله شخص نیست. در ویتنام هم که می جنگیدن پشتون رو به هم دیگه نکرده بودن بزنن سر هم دیگه، پاریس داشتن مذاکره میکرد. الان هم اگه ایشون بذاره بره پس هر در افغانی و عراقی میان مملکت تجزیه میکنه، تکی پاره میکنه، باید راه حل پیدا کنه. نتونستن راه حل کنه. همونجور در سال 41 اینا راه حل نداشتند، عرض میکنم جبهه ملی برنامه راه حل نداشت، الان هم نداشتن، یعنی در این موقعیت هم نداشتن. بنده با یأس و نومیدی اومدم خونه در روز ها 2:30 بعد از ظهر. 8:30 شب به آقای بهشتی زنگ میزنم. شوی برداشتم و آقا دستور دادن تا آمدن من هیچ کس دیگه حق نداره با شما مذاکره کنه. گفتم آقا کی باشن؟ و آقای خمینی. این 7-8 سالی که ما داشتیم مذاکره میکردیم آقای خمینی کجا بود؟
و درسانی میگی من برای خودم مذاکره میکردم، برای مملکت بود و آزادی مملکت هم و ملتم بود. بخواهیم کنید در خود دانید، من پیام ایشان رو به شما دادم، گوشی گوشی زنید، شما این را مقایسه کنید. شب قبلش انگلیس رفته سفیر انگلیس میره اینه به شام میگه، فرداش آقای خمینی دستور میده کسی دیگه مذاکره نکنه تا من بیام. علت چی بود؟ آقای رمزی کلار میره پاریس تا ایشون میگه که ما بختیار رو انتخاب کردیم گذاشتیم اینجا، شما دست به این نزنید. خمینی هم فهمید این پیرو به اصطلاح حمایت در حمایت امریکاست و همونجا شروع کرد مخالفت کردن با ایشون. نداشته باشی بعد از این جریان ها اتفاقاتی که افتاد، بنده مأمور شدم با آقای سالیوان مذاکره کنم برای اون 18 میلیارد دلاری که ایران در امریکا داشته با آقای امریکا. علت شما بود دولت پول نداشت، ما قراردادها رو قطع کرده بودیم. بازرگان من گفت با سالیوان تماس بگیر تا بتونیم اون پول رو برگردیم. ما ایشون صداش کردیم، اومد نخست وزیری، چند جلسه باش داشت بهش گفتیم به جایی که اولا پول اونو میخوان، گفتم نه این پول گشته علازت برای خرید اسلحه، گفتیم تا خرخره اسلحه داریم اسلحه نمیم. رفت مذاکره کرد این برون ورد، ما از بازرگان پیشنهاد کرد که بهش بگید که ما موتور آب میخوان، جنراتور میخوان، پمپ میخوان، از این چیزا برای کار کشاورزی، ماشین کشاورزی به اون بده. پیشنهاد دو گفتم به آقای سالیوان، سالیوان گفت که من با مذاکره کنم تبادل نظر کنم با واشنگتن. ده روز بعد برگشت گفت نه نمیشه، فقط من با اسلحه بخرید. علت این که آقای امیر انتظام رو انداختن زندان همین بود. چرا؟ آقای امیر انتظام رو مهندس بازرگان مأمور کرد بره در سوئد، سفیر سوئد بشه که اونجا با سفیر امریکا در مذاکره باشه بتونیم پولا رو پس بگیره. چرا؟ خمینی فهمیده بود که ما سالیوان صدا کردیم و باش داریم مذاکره رو برگردن داریم پول. با کنایه به بازرگان گفته بوده این پولا رو واسه چی میخواین شما؟ شما که کاری به امریکایی ها نداشته باشید، مذاکره نکنید. ببینید ما موقع احمق بودیم، نمیدونستیم چی میگه، چرا نمیخواد پول برگردیم. امیرنظام به وقت برگرد و از سقوط بازرگان انداختن زندان، محاکمات رو علنی نکردن. علت این که آقای امیرنظام انداختن زندان این بود که چرا رفتی اونجا و مذاکرات رو دارن انجام میدی بدون اطلاع خمینی برای برگردوندن پول. میگم ما احمق بودیم، نمیدونستیم اون موقع چرا این پول رو نمیخواد برگردن، چون دست داشت، چون رابطه داشت با اینا، با امریکایی ها داشته باشید. حالا شما برمیگردیم به گروگان. در مورد گروگانگیری دو مرتبه قبل از اون وقوع اینها رفته بودن سفارت بگیرن دانشجو، هر دفعه یا منشیش یا خود طالبان زنگ میزد و من به اون موقع یزدی، دکتر یزدی بود، بهش اطلاع میدادم یا به بهشتی یه دفعه اطلاع دادم که ما به آبرومو میره، میرفتن و اینا رو بدشون میگرد دانشجو. اون با مسئله اعلام طالقانی بود، آقای طالقانی، و اوضاع شلوغ بود و مردم در اونهایی که بر میگشتن از بیش زهرا سرشون رو کج میکنن، میرن سفارت رو میگیرن و بساطی بقیش میدونی شما. روزی یک شنبه گروگانگیری شو انجام شد. روز پنج شنبه دیدم از بازرگان زنگ زده منزل، بعد از دور برگرد نبودم، آنها پیغام گرفته بود. ساعت دو نیم سه برگشتم به نخست وزیری، دیدم چمران نشسته اونجا، دکتر چمران و خود مهندس بازرگان و رئیس شهربانی که الان اسمش یادم نیست، گفتن که باید بری واشنگتن خودت مصادره حل مسئله چی؟ گفت ما که زورمون نمیرسه ولی تو باید محرمانه بری و این مسئله رو با امریکایی حل کنی. خمینی میدونه؟ نه، اگه بدونه نمیذاره. بنده رو مأمور کردن جمعه صبح با اومدم با
روم هواپیما رو عوض کردم، اومدم دالاس ایرپورت اینجا واشنگتن، همون روز جمعه ساعت 4 بعد از ظهر رسیدم. آرگوس فرنس اومده بود وزیر خارجه بود، اون همیلتون جوردن، من رو برداشتم بردیم بردم خانه هتل و مذاکرات ادامه بدیم و راه حل رو گفتم. چیه؟ گفتم من ما نمیدیم خودمون تصمیم بگیریم تا شروع یازده نمیشم. و فردا صبحش رفتم کاخ سفید با آقای کارتر و مسئله رو مطرح کردیم. بنده یه لیست رو برده بودم اینجا که تقریبا چمران باشم، ده نفری که اونا اسم گوشت بودن، خط امام، من اسم گوشتم خیط امام، هفتاشون از کمونیستا و دیار به نام بوده، یوسف ثانعی و خوینی ها سه هفته قبل از انقلاب وارد ایران شد از آلمان شرقی. همه این لیست رو برده بودم با آقایون نشون داره. گفتم ایران یا ملت ایران گروگان نگرفته. شما ببینید چی پشت دریان هست. این را ما اضافه کنم خدمت اون جلسه ای که پنجشنبه بعد از اون چمران و کارگردان نشسته بودن به من اطلاع دادن که روز چهارشنبه گذشته، یعنی دو روز بعد از روز بعد گروگانگیری، چهار تا پست که جاسوسی که امریکا در ایران داشت بالای کوههای البرز آشکارا بود، کوچان بود، ساری بود و یکی مهشهر از کتاب بود در قله های کوه، اینها آخوندها رفتن و اینها رو منهدم کردن و دیدن بردن. گفتم آخوند با نعلینش رفته اون بالای کوه اینها رو دوزیده برده، که باور کردنی نیست. گفت دیگه هست ادهی رفتن اونجا این کار رو کردن. این لیست رو هم و این اطلاع رو هم به آقایون دادم. در همین زمان کارتر زنگ زد به مکشیش که بگو ترنر بیا، ترنر رئیس تیایه گفت ایشون پشت دره میخواست شما رو ببین. حالا شنبه صبح وارد شد و گفت ببین دیوانه چی میگه. من تکرار کردم اینه گفتم گفتم کریزی نیست کریزی گفتم کریزی نیست این اتفاق افتاده چهارشنبه به دست افتاده چهارشنبه اتفاق افتاده تو امروز شنبه صبح میخوای به رئیس جمهورت بگی؟ ما که این روز پنجشنبه میدونستیم درست. وقتی که با لیست باشون صحبت کردم که این بودن ما نگرفتیم گروگان ها رو، آقای کارده در من گفت پس کمونیست ها این کاری کردن. گفتم که کی این کاری کرده؟ گفتم توده نفتی ها این کاری کردن. توده نفتی چیه؟ ببینی اینا هر چهار سال که میان سر کار هیچ اطلاعی از احوال دنیا ندارن، اطلاعات عمیقی نسبت به سیاست منطقه و ما نداشتن، نمیدونستن توده نفتی کیه. برایشون درست توضیح دادم که انگلیس ها وقتی که میخوان کاری انجام بدن معمولا توسط یک کسی دیگه انجام میدن، همه کازم کسرم گردن اون میشکنن. اینها عمال انگلیس ها بودن به اسم کمونیست که در سال 32 هم همین قرار سر ما آوردن، این بار هم همین کاری کردن و هدفشون بیرون کردن امریکا بود از ایران. این در واقع دو تا رقیب ابرقدرت رقیب به جون هم افتاده بودن، ملت ما این وسط فدا شد. آقای فروزنده دعوای بین انگلیس ها و امریکایی ها بود، انگلیس ها میخواست امریکایی ها رو بیرون کنن ولی این ملت ما فدا شدیم و اینا جرأت ندارن برگردن ایران، جرأت نمیکنن حمله کنن به ایران. این توپ و تشرارا که میزنن که آقا از این نمد یک کلاهی هم به ما بدید. مسئله اینه، عرض کردم ما بیواسه حقایق رو بدونیم چیه، دشمن واقعی رو بشناسیم کیه، بعد بتونیم ابزار لازم رو بلند کنیم برداریم و باش مبارزه کنیم. متاسفانه دوستان و مخالفین این رژیم در خارج هستن میگن لنگش کن، خیلی ساده روزنامه ها رو میخونن، این کتاب هایی که چاپ شده میخونن، فکر میکنن که بله حقایق همینه. متعهدم نمیشن بحث من رو میخواستم با شما بکنم. مسئله گرفتاری است که الان رژیم به وجود بوده در میون اپوزیشن، البته اپوزیشنی از فکر به اون ترتیب وجود نداره، مخالفین در مقابل مخالفین خودش. اینکه ما بشناسیم رژیم کیه چیه
میخوام ببینم سرنوشت مذاکرات شما بالاخره چی شد. پیشنهاد این بود در اون زمان که شاه خودش رو به سازمان ملل تحویل بده، ما هم گروگان ها رو به سازمان ملل تحویل بدیم. سازمان ملل نه گروگان میگیره نه کسی رو اعدام میکنه. یه پی سیوینگی بود برای دو طرف. این رو آقایون امریکایی‌ها قبول کرده بودن. بعد من گفتن با خود علیرضا صحبت کردن، تو بانستان با ایشان صحبت کردن. اونی که برشتن گفتن کارم بیرون کردن. نه اون رو بکردن. بای خودم اومدن. پس ایشون نه. گفتن فکر میکنم. گفتن فکر میکنم یعنی در واقعش منفی. و همون روز من برگشتم. و متاسفانه خمینی فهمیده بود. اون جزئیات الان دیگه نمیخوام وقتون بگیرم. اون فهمیده بود. بازرگان گفتش که این فهمیده که ما تو رو فرستادیم اونجا و بهتره که قرار در مدام خواهد باشه. جای دیگه نبود. این مسائل بود. خب شما بعد از این مذاکرات بود که به آمریکا آمدید و مقیم آمریکا شدید؟ بله. یعنی برگشتم به دیتون دوباره شروع کردم تدریس. یعنی پس این مذاکرات به ایران بر نگشتید؟ نه دیگه اون مذاکره به نتیجه نرسید. نه منظورم اینه که بعد از این مذاکرات آیا به ایران برگشتید و مجددن با آمریکا؟ نه دیگه. بعد مثلا جریان زلزله بند که بود شما اشاره فرمودید، بعد از مدت ها آقایون من زنگ زدن از سفارتشون در اینجا زلزله شده و اینا، شما برو متخصص این کار بیاید من نظر شما رو بگیرم. با کمال میل. فقط شرطش اینه که من رفت و برگشتم روی کسی باید یک مقام بین‌المللی این سازمان ملل جایی تضمین کنه. یارو پشت تلفن گفت مگه شما دولت ایران رسمیت قبول ندارید؟ گفتم فکر. و من 38 سال دیگه برنگشتم. جناب دکتر بهرام بهرام‌نیا، اولا از آشنایی بیشتر با شما بسیار خوشحالم. خوشحالم. در همین دو سوالی که من مطرح کردم و یه برنامه رو ما باهاش رفتیم، شاید میشد ده ها پرسش دیگر رو مطرح کرد و نظرات شما رو گرفت، ولی خب همین وقت بیش از این اجازه نمیداد که شما بفرمایید و من سر به سر شما بگذارم. این کار منه، برای اینکه اینجوری راحت تر میشه به یه حقایقی رسید. ضمن اینکه بعضی از صحبتاتون منو وادار به فکر کرد، میخوام از شما دعوت بکنم که در یک شنبه 26 ماه نوامبر، یعنی امروز یک شنبه 19 ماه نوامبر هست، یک شنبه 26 ماه نوامبر هم شما مهمان برنامه مرغ سحر باشید. قول به شما میدم که به کتاب به اصطلاح انتقال یا گذر به نظم نوین جهانی و نورنسانس ایرانی شما بپردازیم و اون چرا که شما دلتون میخواست در این برنامه بگید و من عمدن مانع شدم، شما در اون برنامه به حال بتازید و نقطه نظرهاتون رو بفرمایید تا همه از اون آگاه بشن، چون به نظر من نقطه نظراتون فارغ از اون که باهاش موافق یا مخالف باشید شنیدنی است. شما لطف دارین. خیلی متشکرم. ممنون. چشم بر اختیارتون هستم. فقط روشن کنم خدمتتون، بنده مسائل و غیره رو شخصی نمی‌بینم، شخصی هم صحبت نخواهم کرد. درست. اون چیزی هم دیدم چه فارسی در اون کتاب رنسانس ایران نوشتم، چه انگلیسی در این یکی نوشتم، شخصی نبوده. من طالب این هستم یک سیستم سالم در ایران پیاده بشه. لذا که در اون جهت فکر میکنم یا کار کردم در گذشته میکنم الان و راهیابی دارم میکنم ببینم با چه طریقی بدون خونریزی یا کمتر خونریزی بشه یک سیستم سالم سیاسی در اون مملکت پیاده کرد. از ما گذشته، ما نسل نادمی هستیم و تجربیات ما شاید به درد جوانها در ایران بخوره که بتونن اشتباهات ما رو تکرار نکنن و درس بگیرن و بتونن راه سالمی رو پیش بگیرن برای آزادی مملکت. درس من در اختیار شما. سپاسگزارم از محبتتون. براتون آرزوی هفته خوبی رو میکنم تا هفته آینده که در 12 برنامه مرغ سحر مجدداً مهمان این برنامه باشید و با هم به گفتگو درباره آنچه تجربه شماست
و آنچه که باید کرد بیشتر بپردازیم. من به شما وقت بخیر میگم و امیدوارم که روزگار به کامتون باشه. بود بر شما.